رؤسای قبایل و شیوخ عشایر استان کربلای معلا در دفتر مجمع رسانه امام حسین علیه السلام حضور یافتند. شیوخ عشایر همیار، آل فتله، چلیه، آل هوایمد، آل بنی طرف و آل موسا مورد استقبال حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی محمدی مدیر مسئول مجمع رسانه امام حسین علیه السلام قرار گرفتند. آنها ضمن تبریک به مناسبت انتقال دفتر مجموع رسانگی امام حسین علیه السلام به ساختمان جدید در خیابان قبله امام حسین علیه السلام سلام و ارادت خود را به آیت الله عظمی ابلاغ نموده و از وضعیت مردم ایران و حوادث اخیر در این کشور ابراز ناراحتی نمودند شیوخ ارشایه را همچنین از اهانت های اخیر و فشارهای وارد شده از سوی حکومت ایران به بزرگ مرجع جهان تشیع از رایت آیتولال ازماش رازی و بازداشت و ممنول خروجی فرزند ایشان آیتولال سید حسین شیرازی ابراز نگرانی کرده و پیامی حاوی تجدید عهد و وفاداری نسبت به آیتولال ازماش رازی به عنوان مرجع تقلید خود ابلاغ کردند رهبران و رؤسای قبایل و اشایر فرات الوسط در کشور عراق ضمن اشاره به نقش خاندان مکرم شیرازی در رهبری مردم عراق طی انقلاب 1920 علیه استعمار انگلیس موسوم به سورت الاشرین و یادآوری اطاعت پدرانشان از آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی در آن زمان تأکید نمودن ما نیز همچون پدران خود و دیگر مردم عراق با افتخار در خدمت و حوزه علمیه مرجعیت و به ویژه آیت الله هستیم در این دیدار حجت الاسلام و محمدی ضمن تقدیر و تشکر از رؤسای قبایل و اشایر عراقی به ارتباط تاریخی مرجعیت و اشایر این کشور اشاره کرده و اظهار داشتند آیت الله بر تقویت این ارتباط تأکید دارند مدیر مسئول مجموع رسانه امام حسین علیه السلام همچنین از میهمانان خود دعوت نمودند که در تهیه و اجرایی شدن پروژه چشمانداز شهر مقدس کربلا تا سال 2030 و, و آمادگی جهت استقبال از 50 میلیون زائر اربعینی شرکت نمایند.